سلام دوستان همراه، از اینکه کنار ما هستید بسیار خوشحال و سپاسگزاریم. بیان کوتاه زندگی نامه یکی از هنرمندان بازیگر زن کشورمون اکنون موضوع صحبت ماست. ازتون میخوایم همراه ما باشید. بانو ایرن زازیانس متولد 1306 در خانواده ای ارمنی به دنیا آمد که از بازماندگان نسل کشی ارامنه در سال 1915 بودند که از نخجوان به ایران مهاجرت کردند. این ستاره درخشان سینمای ایران بعد از انقلاب وقتی که به او دیگر اجازه بازی داده نشد سرنوشتش را پذیرفت، اما بیکار ننشست و به عنوان متخصص زیبایی به کار پرداخت. گذشت زمان لطف زیباییش را نپوشاند و تا 85 سالگی جذاب بود. از دوران دبیرستان به کارهای هنری علاقه‌مند بود و در نمایش‌های مدرسه بازی می‌کرد. اما به صورت حرفه‌ای از 19 سالگی پا به عرصه بازیگری گذاشت. او فعالیت‌هایش را از تئاتر آغاز کرد و برای اولین بار در تئاتر فردوسی در نمایش کارمند شریف بازی کرد. سپس در اسفند 1329 به گروه عبدالحسین نوشین در تئاتر سعدی پیوست. آن روزها نوشین که از هنرمندان چپ بود در زندان به سر می برد و همسرش لورتا ایرن را برای بازی در نمایش باد بزن خانم ویندرمر اثر اسکار وایلد پیشنهاد کرد. لورتا ایرن را به همراه خود به ملاقات نوشین برد و پس از تایید او نقش را به ایرن داد. پس از فرار نوشین به شوروی گروه تئاتری او متفرق شد و ایرن به گروه محمد علی جعفری در تئاتر فرهنگ پیوست و در کنار توران مهرزاد و شهلا ریاحی در چند نمایش بازی کرد. در اواخر سال 1336 همزمان از طرف جعفری و عطاءالله زاهد به سینما دعوت شد و با بازی در فیلم‌های مردی که رنج می‌برد، ساخته جعفری و چشم به راه اثر زاهد فعالیت سینماییش را آغاز کرد. بسیاری معتقدند تا سال 1336 سینمای ایران بازیگر داشت اما ستاره نداشت. با روی پرده آمدن فیلم چشمه آب حیات با بازیگری ایرن سینمای ایران صاحب ستاره شد. در همان سال در فیلم قاصد بهشت اثر ساموئل خاچیکیان نقش ایفا کرد. ایرن میگوید آن زمان سینماها در تسخیر فیلم های ایتالیایی بود و مردم برای دیدن فیلم های سیلوانا منگانو و سوفیا لورن سر و دست می شکستند. با نمایش فیلم قاصد بهشت برای مدتی فیلم های ایتالیایی از رونق افتاد. استقبال از فیلم به حدی بود که اکثر سینماها به اجبار دو نوبت بیشتر فیلم را نمایش می دادند. بازیم در نقش‌های مختلف متفاوت بود. هر نقشی برایم ویژگی خودش را داشت و سعی می‌کردم زن‌هایی را که نقششان را بازی می‌کردم درک کنم. مطالعه درباره آنها برایم جالب بود و هر زمان با نقشی که داشتم زندگی می‌کردم. همه نقش‌هایم را دوست دارم و نمی توانم هیچ کدام را بر دیگری ترجیح دهم یا حتی نمی توانم بگویم کار با کدام کارگردان یا بازی در کنار کدام بازیگر برایم مهمتر بوده. اما فیلم خروس به دلیل نقش متفاوتی که نسبت به سایر نقش هایم داشتم را بیشتر می پسندم. ایرن در فیلم های خداحافظ رفیق امیر نادری، بلوچ مسعود کیمیایی، خروس شاپور غریب، برهنه تا ظهر با سرعت اثر خسرو حریتاش بازی کرده و بازی او در نقش مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه در سریال سلطان صاحب قران به ساخته علی حاتمی بیشتر به یاد ماندنی است.
فیلم محلل اثر نصرت کریمی نیز پس از 3 روز اکران توقیف شد و در زمان خودش فیلم پرسر و صدایی بود. ایرن پس از انقلاب در 2 فیلم جایزه علیرضا داوود نژاد و خط قرمز اثر مسعود کیمیایی بازی کرد که هر 2 فیلم توقیف شد و دوباره هرگز نمایش داده نشد و پس از آن نیز نام او در لیست افرادی که اجازه کار ندارند قرار گرفت. او برخلاف میلش هرگز موفق به فعالیت در عرصه بازیگری پس از آن نشد. ایرن در 7 مرداد سال 1391 در سن 85 سالگی به دلیل سرطان ریه درگذشت و در گورستان ارامنه تهران به خاک سپرده شد. دوستان، در پایان ازتون میخوایم لطفاً پست ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان دیگتون هم معرفی بکنید. زنگوله کناریش رو بزنید تا هر وقت پست جدید براتون آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. روز و روزگارتون خوش.